خانم امینی، شاهد یک فشار و موج جدید گرانی هستیم بر روی مردم. فکر میکنید که این فشار جدید گرانی بیشتر بر روی کدوم لایه‌های اجتماعی وارد بشه؟ چون که گفته میشه که حتی برخی از مردم دیگه توان خرید ساندویچ فلافل که میدونیم یک ساندویچ کم ارزش و ارزان قیمت بود رو هم دیگه ندارن. سلام میکنم به شما و به بینندگان ایران اینترنشنال. در واقع این روزها اونقدر که همه مردم شوکه شدن از وضعیت در واقع گرانی، بسیار سخته که بگیم کدوم قشری حالا دیگه آسیب پذیرتر هست، برای اینکه به نظر میرسه در واقع این لایه فقر داره گستره بیشتری رو در بر میگیره در بین اقشار مردم. ولی اینکه چه کسانی توان در واقع خرید کالاها رو دارن و چه کسانی آسیب بیشتری میبینن دو مسئله هست. به نظر میرسه که در واقع این توان خرید الان شامل خیلی از مردم میشه، یعنی بسیاری از اونهایی که حتی کار دارن، حتی درآمد ثابت دارن، دارن به اون در واقع قشر کم درآمد یا حتی بی درآمد میپیوندن، برای اینکه چندین برابر شدن کالاها اصلا چیز ساده نیست. حتی در دنیای غرب هم شما اگر یک شبه بخواد این تغییر از اقتصادی تو زندگیتون رخ بده، توان کنترل اون رو ندارید. اما حتی در بین این اقشار کم درآمد و فقیر کسانی هستن که نیاز بیشتری از نظر جسمی و موقعیتی دارن به این که تغذیه سالم داشته باشن. شما بچه‌هایی رو در نظر بگیرید در خانواده‌های کم درآمد که در واقع در سن رشد هستن، این بچه‌ها آسیبشون دیگه قابل جبران نیست. خانواده‌هایی رو در نظر بگیرید که بیمار دارن و در واقع رساندن غذای سالم به این بیماران بخش عمده از تامین سلامت اونها هست. خانواده هایی که افراد مسن رو در واقع در خانواده دارن، خانواده هایی که پیش از این هم جزء طبقه فقیر محسوب می شدن، سرپرست خانوار توانمندی ندارن که بتونن بهشون تکیه بکنن. بنابراین اون اقشار کم درآمدی که تا حالا بودن، اقشاری که تا حالا هم آسیب پذیر بودن، دیگه میشه گفت که در زمره کسانی قرار میگیرن که باید براشون فکر جدی کرد، برای اینکه همونطور که گفتم بعضی از آسیب هایی که از این تورم وحشتناک به این خانواده ها وارد میشه اساسا قابل جبران نخواهد بود. چقدر اساسا دولت و حکومت میتونه جلوی این افزایش قیمت رو بیشتر از این بگیره و به نوعی این طرح کوپایی رو با موفقیت اجرا بکنه؟ اگر کوتاه بفهمید. ببینید، اگه به نظر میرسه این دولت اگر واقعا اراده ای داشت که این اتفاق بیفته، تا کنون ما نباید به اینجا میرسیدیم. ما با یک نظام و حکومت تهیدستی از نظر در واقع اراده حل مشکل مردم، تهیدست از نظر تولید فکر برای منافع عمومی و منافع مردمی روبرو هستیم که تمام سرمایه ذهنی و اجراییش رو گذاشته برای اینکه یک قشر وابسته به خودش و در واقع اون هسته اصلی که به قدرت وصل هستن از نظر اقتصادی رو تامین بکنه، وگرنه اساسا همونطور که گفتم این اتفاق نباید میافتاد. هزاران نفری که باید امروز در ایران برای حل این مشکل آستین بالا میزدن اساسا دیگه در ایران وجود ندارن. نخبگان اقتصادی و سیاسی، کسانی که دلسوز هستن از نظر سیاسی و حذف شدن، کسانی که بهشون در واقع این فرصت داده نمیشه که بخوان این کار رو انجام بدن. ما با یک نظام ایدئولوژی که فاسدی طرف هستیم که اراده برای این موضوع نداره، بنابراین متاسفانه باید گفت که چشم انداز روشنی برای حل این ماجرا دست کم در کوتاه مدت نیست. ممنونم از توضیحات شما. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ هم. مرسی.